یو یو یو، سلام برعکس یوتیوب، همتون رو دوست دارم، مرسی که هستین. آقا یه دونه اپیزود دیگه داریم، دارم همینجوری با بابا صحبت میکنم راجع به این اعتقادی که من دارم که میگم آدم ها بدن، کلا نه که آدم ها بدن، وقتی همیشه من دوباره میگم همه چیزی که توی ویدیو میگم نظرهای شخصی منه، دوباره منم این که وقتی من میگم همه منظورم 90% آدم هاست، همیشه راجع به اکثریت منظورمه. به نظر من اکثریت آدم ها بدن و هی بدتر هم دارن میشن، یعنی خیلی جالبه، بد شروع میکنن بدتر و بدتر هم میشن. مثلا همین الان، حالا من خیلی جالب میخواستم راجع به این صحبت کنم همینجوری بابا، رفتیم الان دکترش اونجا که رفتیم دکتر، رفتیم تو وایستادیم و وایستا دو نفر رو یارو را بندازه به ما رسید، کاغذ رو بهش میدم، بعد میگه که شما اشتباه اومدین، باید برین اون یکی آفیس. بعد من هول میکنم و میگم ای وای پس ما نمیرسیم. بعد میگه که، بعد نشون میده رو کاغذ به من که ناکن ما اینجا سه تا مثلا آدرس دارن، یه چک هم زده بغل اون آدرسی که ما باید بریم توش. ولی خب بابای من اونجا به من اینو داد دیگه، واسه من نیده بودم، من اون تو آفیس اینو دیدم. بعد خانم گفت ناکن ما حتی چک هم زدیم، یعنی که مثلا ببین به من ربطی نداره که مثلا تو چیز شدی. ما هم دویدیم اونجا، اومدیم بیرون، دویدیم طرف ماشین، نشستیم تو ماشین، من آدرسو زدم، بعد آدرسو که زدم زد 3 دقیقه راه داری. گفتم ای چه خوب، فقط 3 دقیقه باش راه داری. بعد دیدم زده پیاده، یعنی مثلا پارکینگ رو عوض کنم. ولی این خانم من درست این اطلاعاتو داده بود که مثلا میگفت او این آفیس اونور خیابونو باید بری نه اینجا. بعد من میادم مثلا اونور خیابون دیگه هول نه هول میکردم نه چی، ولی زنه اصلا مریض بود و فهمید که الان اگه به من اطلاعاتش هنوز اشتباه بده من میتونم ناراحت بشم و اینا. خب اون مادر قبلا اونجا کار میکنه، اینجوری که مثلا دفعه اولش این اتفاق افتاده، روز اول اشتباه کرد شورش نرسید، یه روز تو حموم نبا به شورش میرسید که آقا از بعد یکی اومد به من گفت من دیدم اون پسره ترسید، اون یارو عرق کرد، اون یارو یه قلبش رو گرفت. از بعد اینجوری بهشون نمیگم، میام بهش میگم که مثلا اون ور خیابونه آفیس اینجا نمیده، اون واقعا اون ور خیابونه. حتی چون ما از اونجا اومدیم بیرون، رفتیم سمت چپ، نشستیم تو ماشین، بعد این بعد میاد بیرون رفتیم سمت راست، یعنی اگه میگفت ما وقتمون هم کمتر تلف میشد. حالا واسه ما که ایراد نداره، ما یه راه رفتیم و برگشتیم پایین، یه حالم کردیم با هم دیگه. ولی کلا دارم میگم سرویس رو دارم میگم، یعنی آدم مریض. حالا خیلی با من با بحث میکنن که میگن نه آدم ها توشون خوبن و فلان و بسار، منم قبلا اینو باور داشتم ولی انقدر به هم تضادش ثابت شده دیگه باور ندارم راستش بخوای. الان مثلا همه واقعا آدما بدن، همه فقط به فکر خودشون. یکی مثلا کامنت گذاشته بود که توجه داری خیلی نمیدونم چی، مثلا نگفته بود خودخواه ولی یه چیزی تو اون لول گفته بود، توجه داری خیلی مثلا خودتو به خودت فکر میکنی یا از این حرفا. بعد زدم کی نمیکنه، یعنی زدم کی اینجوری نیست، خب همه اینجوریان، همه دارن به خودشون فکر میکنن و به خود بخوشون. شاید سعی کنی به بقیه هم خوبی برسونی، ولی اگه به خود باید حتما خوبی برسه تا به بقیه خوبی برسونی. حالا تو که آدمی هستی که خب بالاخره تو دولت دست داشتی و قرار بوده اگر انقلاب نمیشد مثلا وزیر کشور میشدی و نمیدونم این حرفا، یادم که مثلا آدم های متفاوت رو دیده، نظر راجع به این چیه؟ این که میگی که آدم ها همه بدن، طبیعیش که نمیتونیم بگیم همه، 90% دیگه گفتم. بله، و من حرفت رو تقریبا قبول دارم که آدم های بد زیاد داریم، ولی درصدش رو ما نمیتونیم واقعا آمار داشته باشیم. 100%. بله، ولی این قبوله، این هم از عواملی که مؤثر هستن در این داستان. بدون هیچ تردیدی اول ژن انسان هاست، چون نمیتونیم ممکنه ژن بشیم که انسان ها همه با هم متفاوت هستن. این یک عامله. عامل دوم بی‌فرهنگی و تربیت. آقا یعنی همه دنیا بی تربیت هم؟ بی تربیت نیستن، همه مردم وقتی بد میشن خب میشه همون بی تربیت دیگه. حالا مطابق اون بی تربیت یه تعبیر دیگه داره، این که بگیم همه بدن خود تعبیرش بیشتر از اون داستان. بنابراین و یک مقدار زیادش برمیگرده به بچگی های آدم ها که در دوران بچگی چه چیزهایی رو تجربه کردن. خب این طبیعیه که تجربه های بد اثر بد میذاره،
اگر یه بچه‌ای در این خانواده بزرگ شه که فقط خشونت ببینه، این حتما خودش هم در آینده نسبت به دیگران خشونت میکنه. یک مثالی بزنم، یه دوستی ما داریم، بسیار بسیار انسان خوبی، درست و واقعا انسان خوبی است، تو انسان کم نظیره، اما همین انسان خیلی خیلی خوب و کم نظیر یه مقدار زیادی زنزلیله و خب این زنزلیلی باعث شده که او از اون همه خوبی که داشته یه مقداری خارج بشه. داستانش چطوریه؟ این آدم تو خونه خیلی مطیعه، هرچی خانوم میگه این فقط چشم میگه، هیچ وقت این اجازه رو به خودش نمیگه که با یه چیزی مخالفت هم بکنه، حتی میگه چشم. خب ما همیشه میتونیم چه انسانی واقعا آرومیه، چقدر خونسرده، چقدر خوبه. این آقا کارمند یکی از ادارات هم هست. یه روز من رفتم همچنین رد میشتم اون دم اون اداره، رفتم برای سری هم به این بذارم، رفتم تو اداره شو نشستم پشت بغل دستش رو، همینطوری که صحبت میکردیم یه خانومی اومد تو، گفت پرونده من اومده زیر دست شما. دهن یارو صاف کرد چون خانوم بود. بله. گفتش که بله. گفت میشه لطف کنید من باید حتما امروز جواب نامه رو بگیرم ببرم چون برای من خیلی حیاتیه. گفت خانوم من امروز وقت ندارم، برید فردا بیایید. گفت آقا من از اون خواهش کردم، میگم برای من خیلی حیاتیه. گفتش خیلی خوب، همه اونا که با ما کار دارن کاراشون حیاتیه، ما باید به نوبت انجام بدیم خانوم، بفرد بریم فردا بیاییم. خانوم دستبردار نبود، دوباره اصرار کرد، دوباره آقا برای بار سوم گفت نه. نه من خیلی تعجب کردم، این که آدم خوب است که ما میشناسیم، این که آدم به این خوبی هست، این همه داره التماس میکنه، برای چی کارش انجام نمیده؟ شاید کارش مثلا طولانیه یا مشکل از جرفا. من برایش اومدم به دوستم که آقا میشه من خواهش کنم که این پرونده ایشون رو شما یه ملاحظه بکنید. گفت خوندم میدونم چیه. گفت اگه میدونه چیه بس بکن دیگه، اظهار نظر آسونه دیگه. گفت بله، گفت خب لطفا کارشو انجام بدید، اگر به خاطر من نمیکنید من منتظر میمونم، شما کارشو انجام بدید. بسیار خوب، خیلی از من حرف‌شنوایی داشت، پرونده رو برداشت و نگاه کرد و دیدم یه امضا کرد داد دست خانومه، خانم رفت. خواستم یه چیزی اونجا بهش بگم، گفتم حالا تو محیط اداره است من بعداً بهش میگم. آمدم بیرون، وقتی آمدم بیرون رفتم تو فکر با خودم که این آدم چرا این عکس رو عمل نشون داد. بلا فاصله برام تداعی شد که بله، این فشاری که این تو خونه از طرف خانم میبینه حالا اینجا با مردم پیاده میکنه. خب این آدم بد نیست، ولی همون داستانی که حالا این اسمش تربیت نیست، ولی خب برخورد دنیا این کارو باش با اونه. این از این هم یکی از عواملش که بله، منم خودم اینو حرفتو قبول دارم اینجوریش، حالا اینوریش باید بگم، من خودم شخصا برام همیشه سواله که چرا من آدم خوبی ام تو دنیای خودم ها ده. میبینم من چیکارا میکنم دیگه، میبینم بقیه نمیکنم، برام همیشه عجیبه. بعد یکی از چیزایی که واسه خودم تحلیل کردم اینه، چون من گندم، من قدم چون 1.90 200 کیلو وزنمه، هیچ وقت کسی طرف من نیومده منو بخواد بترسونه یا بزنه یا اذیت کنه، و من تا چون دنیا اذیتم نکرده منم اذیت نمیکنم. میفهمی چی میگم؟ بله. حالا من دوستایی که کر میخوام بهشون میگم مادر سگ دروغگو رو نگاه کن، ولی کلا تو دنیا دوستام که کر میریزم یه داستان متفاوتی واسه شوخی و خنده میکنم، ولی واقعا وقتی مثلا مستجر من میذاره میره بدهکاره یا دوستمو میبرم دادگاه بعد از 2 سال دادگاه رو میبازه، روزی که بعد پول بده میگم نمیخوام پولتو بذار جیب خودت، چند تا آدم میشه تو زندگیش این کارو بکنن؟ بله البته کم هستن، ولی بازم برمیگردم به همون داستان ژن. من خب احتمالاً نمیدونم، تو شاید ندونی موقع بچه بودی، توی فامیل دوست اطرافیان هر کسی کاری داشت به من مراجعه میکرد و من با دل و جان دنبال کار اون میرفتم که به هر شکلی هست
کارش رو انجام بدم. اینو واسه منم هم همین کارو کردی، یعنی هر وقت من اجازه چیزی خواستم، حتی یه عکس برام بگی یا مثلا برو یه دونه فیلم جدید منو پیدا کن، فرداش هستی واسه انجام. همیشه برام خیلی جالب بود که چقدر یه آدم میتونه مهربون باشه. حالا اون که رابطه پدر و فرزند، نه من برای پاشا نمیخوام، فرزندی بوده. حالا به هر صورت، بعد حالا یه مثالی هم داره که نمیخوام وقتو بگیرم که اون مثال رو بزنم، ولی کوتاه میگم. من مدیر عامل شیر خورشید بودم، یعنی مدیر عامل چند تا بیمارستان بودم، رئیس چند تا بیمارستان بودم. تو اتاق کارم نشسته بودم، دیدم یه آقای اومد اتاق من، از لباسش فهمیدم که میکانیکه. گفت آقا گفتم بله. گفتش که من یه مشکلی دارم. خب من برام طبیعی بود که خیلی از افراد به شهر می اومدن، پدرشون مریض بود، مادرشون مریض بود، کسیشون مریض بود، اینا از من کمک می‌خواستن که من بهشون توصیه بکنم. اگرچه اون زمان هیچ نیازی به توصیه هم نبود، همه کار خودشون رو می‌کردن، ولی به هر صورت پیش می اومد. گفتم لغت همینه. بعد دیدم شو گفت آقا من یه زمینی دارم در فلان جایی که شما می‌دانید، می‌شناسید و می‌خوام یه تعمیرگاه بسازم. گفتم آقا دست نگه دارم. بله. به من چه؟ گفتم اینجا شهرداری نیست، شما فکر می‌کنید اشتباهی اومدید؟ گفت نه خیر آقا، من اشتباهی نمیدم، من میدونم اینجا شیر خورشیده، شما هم مدیر عامل شیر خورشیده، در کارتون کار بیمارستان هست. خب پس تو راجب زمین با هم صحبت کردی؟ گفت بله، من یه زمین دارم میخوام بسازم، یه آقای همسایه منه مانع کار منه. گفتم چون مانع کارته؟ گفت رفته به من، باید برم مجوز بگیرم از انجمن شهرستان، رفته با رئیس اونجا دوست بهش گفته آقا به مجوز نده. گفتم خب که چرا؟ گفت برای بغل دست من یه باغ داره، میگه تو اینجا تعمیر بکنی باغ من از رونق میفته. رئیس انجمن شهرستان هم به من نمیده. من یک سالم هست دنبال داستان اینجا. دیشب یه جایی بودیم، فلان آقا که رئیس بانک صادرات بیشتاسیش بودم، بله، گفت من این داستان تعریف کردم. اون گفت آقا میخوای خاطر بشه برو پیش اقتصادی، به این دلیل من آدم پیش شما. گفت خب کارتو بگو. کارشو من گفت و رفت و کارشو براش انجام دادم. حالا منظورم اینه که از این داستان، یک روز یه دوست بسیار صمیمی دارم، گفت فلان، گفتم بله. گفت من تا اونجا که ببینم تو معمولا شاید 30% از وقت زندگی تو صرف کارهای مردم میکنی. گفتم بله. گفت خب خسته نشدی از این کار؟ گفتم چرا باید خسته بشم؟ و آخه زندگی در این کار داری هی برمی دوبار کار مردم میدوی، چیزی میگیری؟ پولی بهت میدن؟ کاری باید میکنن؟ گفتم نه. و بعد چرا میکنی؟ گفتم میدونی چرا میکنم؟ گفت چی؟ گفتم من وقتی برای کسی یک کاری انجام میدم خودم لذت میبرم، خودم خوشحال میشم، منو شارژ میکنه، من به خاطر اون لذتی که به خودم میدم دوباره کار مردم میدم. حالا یه سوال، به نظرت دلیل این که خودت حال میکنی این نیست که میخوای به یارو نشون بدی قدرت داری؟ اصلا. وقتی به نفر نشون میدی قدرت داری حال میکنی؟ نه، تای دلت اینو نمیگه؟ فکر نمیکنم، چون منم این کارا رو میکنم، ولی از خودم سوال میپرسم، میگم سوال مثلا میری به یارو کمک میکنی چون تونستی بهش کمک کنی، یا اینی که چون ازش قوی تری تو دنیای امروزی، چون ازش بیشتر به ریسورسز دست داری از دنیای امروزی؟ میفهمی از اون چیه؟ بعد متوجه شدم شما چی میگی. ببین اون کسایی که پیش من میومدن، حالا غیر از این دفعه که من هیچ وقت نمیشناخت، بقیه کسانی بودن که منو میشناختن. اونایی که منو میشناختن و میشناستن میدونستن که من در اون زمان چه مقدار قدرت دارم، پس من لزومی نداشتم نشون بدم که من چقدر قدرت دارم، فقط این در ژن من بود که این کار به من لذت میده. من که خودم به عنوان پسر دینم همیشه همه جا هر کیو تونستی کمک کنی، هیچ وقت ندیدم حرفی بزنی راجبش بعدن تکرار کنی، اینا انقدری به چشم دیدم. خب برای همین اصلا من این ریختیام، چون من از تو یاد گرفتم، چون من دیدم دیفالت یعنی این، یعنی دیفالت یه آدمی که این کارا رو میکنه، ولی چون بقیه این کار نمیکنن دنیا واسه من خیلی سخته، چون همه منو به عنوان یه چاغال میبینن که ازم سوء استفاده میکنن، نه به عنوان یه آدم خوب. زمان شما خوبی ارزش داشت، بله، حرفا میچرخید، الان دنیا انقدر یهو گنده شده دیگه هیچی نیست. هست میفهمی چی میخوام بگم؟ بله دیگه، دنیا این دنیا وقتی آدم خوبی میکنه فقط میره تو پاچه، یعنی اصلا احساس نمیکنی داری مثلا
آدم خوبی هستی، فقط احساس میکنی که چرا به این خوبی کردم، حداقل من چرا به این خوبی کردم، چرا به این خوبی کردم. بعد الان انقدر این اتفاق افتاده، وقتی هم یکی خوبی میکنم، تنها سوالی که تو مغزم هست که حالا که این قراره بذاره تو پاچه من. مثلا یه ادیتور داشتم، بچه ها داستاشو میدونن، با هم کار میکردیم، خیلی همه چی خوب بود. بعد به اونم میگفتم، میگفتم آقا من همه دنیا با یه خورده نزدیک میشم و مثلا سعی میکنم کار کنم و اینا، طرف میکنه تو پاچه من، یارو یا خوشو گم میکنه از این حرفا. بعد اونم به من قسمایی میخوند که من مثلا همیشه باحال میمونم و قول بهت میدم. بعد اونم دوباره همین کارو کرد، یعنی دقیقاً همون حرفی که من میزدم شد. میدونی چی میگم؟ بله. خودش هم سرویس کرد با این کار، یعنی نمیاد مثلا در منو به مالک به خوش به چیزی برسه. یهو جو گرفتتش، فکر کنم مثلا کسیه، فکر کنم مثلا تو بره واسه نتفلیکس کار کنه. میفهمی چی میگم؟ خب بله. ببین اگه شما با اون آدم قبلا خوبی هم نمیکردید و همون کاری که باش انجام دادید که از اون بدی دیدید، او اگه اون کارو انجام میدادید این کار بد رو با شما میکرد. خب همین رو میگم من. خب میگم پس یه خوبی نکنم دیگه. خب نه، همین رو میخوام بگم، جلو خودم رو میگیرم از خوبی کردم. چون خودم اون موقع لذت شو بردم، اون موقع که کار برای انجام دادم لذت شو بردم. من خیلی ناراحت میشم وقتی که بگی که خوبی کردم میماله درم. همه ناراحت میشن، خود منم با خیلی کسایی بوده که همین خوبی ها رو کردم، به یک شخصی در حد بی نهایت خوبی کردم، بی نهایت، و بدترین ضربه رو از همون عادت رو زندگی میکردم. این هم هست، بله. ولی حالا از 100 تا 10 تاش 20 تاش اینجور میشه، اما 80 تاش تو لذت چه بردی؟ درست. اینه که راجع به آدم خوبت صحبت میکردیم، همین داستان. بعضی آدم ها ذاتن بدن، ذاتن همه چی سیاه میبینن. همین آقایی که میگن با خیلی خوبی کردم و به اصطلاح او با من خیلی بد کرده، خب باش سیاه دیم رو برای میرفتیم. از جمله یه مشکلی داشت، مثلا این در گنبد کاووس. گنبد کاووس تا تهران 1000 کیلومتر راهه. من این چون اونجا مشکل داشت و ناراحت بود و میترسید بره، گفتم من میبرمت. با ماشین خودم اینو سوار کردم، 1000 کیلومتر بردم. 3 شبانه 4 شبانه روز اونجا موندم. بعد این آقا رو برگردوندم، این یکیشی مثلا. ولی این آدم حالا با من یه روستایی هست در اطراف کرج، البته روستا بود، الان دیگه شهرستان شده، اون موقع روستا بود، به نام کردان. خب این کردان یک راهی برای خودش داره، این راه در از وسط چند تا ده میگذره. خب این راه وقتی به ده رسیده مجبور میشه راهش چیکار کنه؟ دور بزنه، چج بخوره. یا اگر از وسط شهرش هم میخواد ده هم میخواد بره، یه جاهایی که مناسبه و خرابی نداره از اونجا میره. خب جاده خود پیش در پیش میشه، بعد داره با هم میریم. پدر سوخته ها، این مهندس های دزد اداره راه. بیم حالا چرا یاد مهندس ها رو اداره راه افتادی؟ ببین این راه رو هی اینجوری پیچیده، اینجوری پیچیده. خب این راست چرا نبرده؟ ببین سیاه میبینه همه چیز رو. این آدم یه برادر داشتم، این آدم با این برادره به کلی قهر بود. من برادر اصلا نیده بودم، اینقدر از این برادره بدی گفته بود که من فکر میکردم که برادر این یک شمره، در حدی که میگفت برادر من تمام ثروت پدری ما رو خورده و برده. خب من هم یه دیدی پیدا کردم نسبت یه آدمی که بسیار آدم بدیه، بچه های برادر و خواهرهاش کوچیک بودن، این ما روشون هم خورده، چقدر خواهر بدی کرده. یه دید این چنینی. این برادر مرد، از این بزرگتر بود، خیلی مرد. یه خواهرزاده داشت، خواهرزادش من زنگ زد فلان نمیتونم. بله. گفت این از شما خیلی هرچنایی داره، این دوست ما برادرش مرده و نمیخواد بیاد بنجس ختمش، چون این باید بیاد دم در وایسه به عنوان برادر اصلا من بزرگتره، بعد از اون برادر باید بیاد این دم در وایسه، چون ما دوست داریم، فامیل داریم، همینا. بعد این نیست، تعجب میکنن. این از تو حرف شنایی داره، خواهش بودیم بهش بود که این بیاد. با که
باش صحبت کردم گفتم تو چرا نمیخوای بری؟ گفت من اصلا نمیرم. گفتم نه نمیشه، تو باید بری. و براش دلایل آوردم و گفتم که نباید بری، من خودم باید میام. قانعش کردم. باش میام. به خاطر شما میام. دوباره. پاشتم رفتیم اونجا. آقا من وقتی وارد شدم در این مسجد وارد سرسرا میشد. تو این سرسرا دست راست یه سری پله بود، دست چپ یه سری پله. من دیدم تو این سرسرا همینطوری از اون دست راسته که پله های بسیار پهنی هم داشت، یعنی شاید 2 متر یا 3 متر عرض اون پله ها بود، خیلی از اون پله ها همینطور آدم میره بالا، از اون بر آدم میاد پایین، از اون آدم میره آدم میاد پایین. تعجب کردم این چیه داستان. رفتم بالا دیدم یک سالن بسیار بزرگ، مالامال آدم نشستن، یه عده همینطور ایستاده و چون جا هم نیست هی خواهش می‌کنن که اونا که آمدن تسلیم شدن دیگه برن. از بر یه دمن آقای همچین آدمی چه این همه ازش تجلیل شده از این حرفا. تحقیق بررسی کردم دیدم این برادر آدم انقدر این آدم خوبی است. ده ها دانشجو رو این هزینه شون تعمیم می‌کرد، ده ها زنهای بی‌سرپرست رو این زندگیش رو تعمیل میکرد و و و اینا رو همه رو بعدن از همون خواهرزاده هر شنیدم. ولی خب این از این آدم برای این شم ساخته بود. این انسان ذاتاً خرابه، ذاتاً بده، هیچ کارش میکرد. ببخشید من چقدر این کلمات به کار نمیبرم، این دفعه به تنها مجبورم. دو تا دوست بودن با هم، خیلی با هم صمیمی بودن، دعواشون شده. یکی من گفت برو خار کسته. تو 20 سال با من رفیقه، تو نمیدی من اصلا خواهر ندارم؟ گفت نمیخواد خواهر نداشت باشی، تو ذاتن خارکوسی. بله ببخشید آنه به هر صورت اینه که ذات بعضی خرابه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اون همون جنه است، این دیگه هیچ ارتباطی به گذشته داره، چون این آدم گذشته شما خیلی خوب بوده، اونی که برادرشه دیگه که وضع داشته، خیلی هم پولدار و ثروتمند و فراوان. آره دیدم از این آدم ها، راست میگی، اینا که خیلی بدن. ولی کلن هم من میگم اصلا آدمی هم که میبینی باهات خوبه و میگه میخنده و باهات همدم هم هست، اونم پاش بیفته بچه بدترین آدم دنیا میشه برات. یعنی اینی که همه آدم ها توشون بدی نهفته است خیلی برای من ناراحت کننده است. خود من هم توشا تو ذات انسانه دیگه. یعنی من یکی باوری دارم این که مثلا بالای 70% جمعیت دنیا اگه جای هیتلر بودن عین هیتلر رفتار میکردن. اگه میدونستن که باید مثلا برن آدم های بیگناه رو بکشن که آدم که طرفدارشون خوشحالشن بهشون رأی بدن بمونن تو قدرت، میکردن. بله اون 70% که شما اسم میبرید، بله عضو همین خانواده هستن که یکی از دلایل بزرگش هم بیفرهنگیه. البته دلایل بزرگ نه، یکی از عواملش. من بچه ها که با حرف میزنن اینو فقط بگم توی کامنت ها اینا خیلی شده خوندم، یا مثلا کسی که فنم هم به هم مثلا مسیج زدن صدا باستن فرستادن، میگن که سوهل تو چون توی خانواده مثلا درست حسابی با رفاه بزرگ شدی، انقدر بر راحت همه چی رو ببینی و انقدر ریلکس باشی، مثلا با خانوادت خوب باشی، اگه داشته باشی و هپی، نداشته باشی هپی. بقیه چون که هیچ وقت اون رفاه رو احساس نکردن، همه دنبال اون رفاهن و چون نمیدونن چجوری باید بهش برسن، فقط دارن کار میکنن، هر چقدر هم پول دار میشن به اون رفاه و خوشحالی نمیرسن و فقط برای همین میگن پول تا آدم رو زمین میذارن، بعضی خودشون رو میکشن یا معروف در اینا خودشون رو میکشن، دار میزنن، رگش رو میزنن. 100% این همون عامل تربیت در خانواده، ولی عامل خیلی بزرگی نیست، یکی از عوامله. اشاره هم کردم بچه‌ای که در خانواده این بوده که فقط خشونت ببینه، این آدم خشن بار بیاد و خشونت خواهد کرد در آینده. بعضی موقع میشه اون که خشونت میبینه بعدش میاد از خشونت میفهمه. خیلی کم، خیلی کم، خیلی کم هستن که این چنین آموزش ببینن. چون ببینید اون آدمی که بد میشه خودش که نمیفهمه بد شده، که ناخودآگاه بده. اگر بفهمه که آیا این یعنی یه کسی اینو بهش بنشونه، بهش بگه آه تو در اصل اون تربیت غلط در اصل اون خشونت خواهی دیدی، چه حالا خشن شدی؟ تو الان خودت یه آدمی، خودت در خودت تصمیم بگیر. و اگه چند درست با این آدم حبزن، این حتما این آدم خوب بشه. ولی
ماشینی که نمیفهمه اون آدم که خودش بده داره خشونت به خرج میده، فکر میکنه خشونت باید باشه چون خودش خشونت دیده. خیلی جالب بود. ولی اصلا من میگم من باورم همونجوری که شما پس تایید کردی دلایل متفاوت داره که آدما چرا اینجوری میشن، ولی واقعا یه اکثریت آدما تو زندگیشون دلیلشون رو پیدا میکنن که چرا بچن. و به محض اینکه دلیلشون رو پیدا میکنن، چون بعدی خیلی راحت تر از خوبیه، میدونی؟ بله. بخوای بد باشی تو یه دقیقه میتونی بری زندان تا آخر عمرت. ولی اگه بخوام به عنوان خوبترین آدم دنیا شناخته بشی، باید یک عمر خوبی کنی. شاید هم تا شناخته نشی هنوز. واسه همین بعدی خیلی راحت تر از چیزه خوبیه. و آدما به محض اینکه میتونم میگن خب اوکی من به این دلیل بد میشم، یه بد میشم، حالا این همه کار کردم مقام نگرفتم، زنم اذیتم میکنه، هر دلیلی که میخواد داشته باشه، ولی آدما پیدا میکنن دیگه دلیلشون رو. و فقط آدم هم موضوع خودش باشه دیگه، با قرارداد حسابی و بله بالا سر کار بودن و بدون اعتماد. چقدر با اعتماد نباید بریم جلو دیگه تو دنیای امروزی به نظر من. یه داستان دیگه بگم بد نیست بشنوی. یه دوستی داشتیم، این پدرش بانکدار بود تو ایران، بانک داشت. خب انقلاب که شد که دیگه تمام شد، بانک اینا رو گرفتن و بعد یه دوست مشترک دیگری داریم. اون حالا خود همون دوست ما نشسته، پسر بانک داره نشسته، اون دوست ما نشسته، یه چند تا دیگه از ما دوستانش هم نشستیم. بعد یا اون گفت اسمش هم حسین بود، گفت از حسین براتون این تعریف رو کنم. اون چیه؟ گفت یه روز به من گفت چی بیا بریم، من میخوام برم به مرغداریمون، خیلی ثروت داشتن دیگه، میخوام برم یکی از مرغداریامون سری بزنم، اگه تو هم کاری نداری بیا بریم اونجا هوایی میخوری و یه نهاری هم با هم اونجا میخوریم برمیگردیم. گفتم باشه بریم. ما داشتیم میرفتیم از بغل یه باغی داشتیم رد میشدیم، دیدیم یه درختای سیب خیلی خوشگل و سیبا از این درختها آویزون و یه حدیش هم روی دیوار اومدن دیدن از جرم. برگشت همون آقایی که دارم از راجبش صحبت میکنم که پسر بانکدار بود، برمیگم این دوستش میگه ببین چه سیبایی، آدم مثلا آدمو مسخ میکنه، مست میکنه. آره والا واقعا الان از اینا چند تا آدم میخورد خیلی خوبه. اونم ماشینای بلیزر داشت، بلیزر که میدونی گفت ماشینش رو زد کنار دیواره و رفت اون بلیزرت آقا نکن بده زشته. گفت نه بابا بکن کی به اینجا بیابونه. رفت بالا بلیزر رو شروع کرد از اون سیبا کندن، 7-8 تایی کند و اومد پایین. اومد پایین رو شروع کردیم به خوردن، رو تیم به 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 چقدر لذیذ از یرفا. بعد باز اون آدم میگفت، گفت ببخشید باز دوباره، گفت ببین ما در قهوه، بعد فهمیدم این با مال خودشونه، ولی تا ندزده از گلوش پایین نمیره. خودش رو میدزدید؟ آره، از خود سمات بدزد از گلوش بره پایین، تا ندزده از گلوش نمیره. من این مثالی که زدن گفتم دنیای امروزی مثل این که همه توی کشتی دزدریایی زندگی میکنیم. اگه بخوای درست و خیلی آنست باشی سرت حتما یه جوری کلا میره. حالا یه داستان دیگه واسه همین دوستم بگم جالبه، چون اون که نخواهد شنید چون فکر نمیکنه بشنوه. یه شب با هم رفته بودیم توی یه مهمونی، وقتی میخواستیم بلند شیم من و یک دیگه از دوستان گفتیم ما ماشین نداریم. این گفت خب من شما رو میرسونم. آمدیم از کوچه اومدیم سر خیابون که ماشین تو پارک کرده بود، دیدیم یه ماشینی زده به یه ماشینی و یه آقای هم اونجا هست. این رفت یه جو آقا چیکار کردی زدی به ماشینم؟ آقا ببخشید والا من یک ساعت زدم، ولی وایسادم که صاحب ماشین پیدا شه بهش بگم من زدم خسارت شو بدم. گفت خود چجوری خسارت به من بدی؟ آقا ببین خیلی داغون کردی. میگه خلاصه اینور اونور و بحث و اینا چونمونه، بالاخره یه پولی ازش گفت اینقدر با هم توافق شدن یا دو پول داد و رفت. ما هم گفتیم حیف شد ماشین داریم نداره، حالا درستش میکنید یه از یرفا. بابا بیایید بریم. بگم کجا بیاید بریم؟ بگم بیاید بریم دیگه. بعد گفت من یا نمیخوایی سوار ماشین بشیم؟ گفت ماشین من اسم بابا ماشین من اون بالا هست. یعنی چی ماشین تو نبود؟ گفت نه. تو اصلا یک کارا چه بود کردی؟ گفت پوله رو گرفتم دیگه.
حالا آدمش که اصلا نیاز به پول نداره ها. خیلی خوبه که زاد خراب. واه خیلی بامزه است. چه خیلی بامزه است. یا هر عروسی که میرفت شیک میکرد میرفت یه کارت هم واقعش آماده میبرد میرفت میگشت تو گلاب بهترین دستور سبد گل پیدا میکرد کارت طرف رفت داشت کارت خوش میداشت روش. یعنی فکر کنم یه آدم آدمو بدبخت کرده با این داستان دیگه. از این بعد همه این کارو میکنم من که دیگه میکنم. خیلی حالت بابا مرسی. بچه ها دمتون گرم، مدام حال کرده باشین. اگه سوال مالی دارین از بابا بذارین تو کامنت ها که من ویدیوی بعدی یکی بابا درست کردم بگم توش. نسبت های آخر رو برای گفتم که بچه ها یه خودم از خستگی در بیان یه خود بخندن. دمت گرم. مرمونتون چکس.